در کیف، مرکز اوکراین و سایر نقاط آن کشور، مردم در مورد نتیجه انتخابات ایالات متحده و اینکه چگونه بر سرزمین جنگ زده آنها تأثیر می‌گذارد، متعجب و نگران هستند. انهلینا، یکی از باشندگان کیف، ابراز امیدواری می‌کند. من انتظار دارم که رئیس جمهور آینده از ما حمایت کند، از سیاست ما و اقدامات نظامی ما. ولی دیگران مثل دیمیترو نگران است. من نمیدانم چه کسی برنده خواهد شد و به طور کلی سیاست در قبال کشور ما چگونه خواهد بود. این چیزی است که من با آن علاقه دارم. خدا کند که هر دوی آنان از ما حمایت کنند. میکولا دویدیک، تحلیلگر سیاسی، میگوید بزرگترین ترس این است که حکومت جدید ایالات متحده به حمایت خود پایان دهد و اوکراین را در مبارزه با روسیه رها کند. تبدیل کشوری که زمان دموکراتیک بود به یک کشور خودکامه، میلیون ها کشته به دنبال خواهد داشت و این همان چیزی است که کشور از آن میترسد. پس از 2.5 سال جنگ، یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر روحیه مردم اوکراین، عدم آگاهی در مورد چگونگی عملکرد حکومت آینده آمریکا است. ترامپ قول می‌دهد که جنگ را به سرعت پایان دهد و بسیاری از این نگرانند که اوکراین مجبور شود امتیازات زیادی بدهد. اوکراینی ها به یاد دارند که ترامپ هنگام ریاست جمهوریش فروش سیستم های ضد تانک را به اوکراین در مبارزه با روسیه در آغاز تهاجم وسیع آن کشور به اوکراین تایید کرد. ایالات متحده تحت اداره رئیس جمهور بایدن نسبت به اوکراین سخاوتمندانه عمل کرده و از زمان آغاز تهاجم تمام عیار $175 میلیارد به اوکراین کمک کرده است. اما در بین رهبران اوکراین ناامیدی وجود دارد که میگویند رسیدن کمک ها بطی است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید اردوی روسیه اکنون در تلاش است تا از وضعیت استفاده کند که ما در انتظار تدارکات از طرف شراکای خود و خصوص از ایالات متحده آمریکا هستیم. با این حال، با ایجاد خستگی در میان حامیان اصلی اوکراین در اروپا، بسیاری در اینجا انتخابات ایالات متحده را بیش از هر زمان دیگر راه نجات می دانند.